پیروز کریمی در مقابل عبدالصمد مرفاوی و اتفاقاتی که به هر حال میتونه حساسیت این بازی رو بیشتر بکنه. ساعتی پیش که من داشتم وارد استادیوم میشدم چه هوادارهای پرشوری به استادیوم اومده، اصلا جا دیگه برای صندلی خالی تقریبا وجود نداره، چه استقبالی بی‌نظیری از این مسابقه به عمل اومده. در حین گزارش راجع به هواداران پرشوری که واقعا در این مسابقه عملکرد ستودنی رو به جا گذاشتن صحبت خواهم کرد. من خیلی سریع از همه دو تیمو خدمتتون اعلام بکنم. برای تیم میزبان که ملوانه ایمان صادقی در چارچوب دروازه است، ابوالحسن جعفری، عزت‌الله پورغاز، پژمان نوری، مازیار زاره، سید جلال رافقایی، محسن یوسفی، عزیز معبودی، حسین کنانی، فرزاد حاتمی و محمد آبشک 11 بازیکنی هستند که آقای فیروز کریمی از اونها در این مسابقه بهره برده. در طرف مقابل زمین هم تیم میهمان پیکان تهران، سید مهدی رحمتی در چارچوب دروازه است، حمیدرضا دیوسالار، جیلوید ساموئل، سیاوش یزدانی مقدم، سعید دقیقی، کلیچو به اتفاق فریرا آندره، احمد مهدیزاده، امیرحسین فشنچی، امیرحسین امیری و سیامک نعمتی هم 11 بازیکنی هستند که عبدالصمد مرفاوی از اونا در این مسابقه بهره برده. داور مسابقه هم آقای موعود بنیادی فر از استان تهران، کمک داور اولش آرمان اسدی، کمک داور دوم حسن انتظاری و داور چهارم هم آقای مهدی مرجانزاده از استان خراسان رضویه. با این توضیح و تفاصیل تا ثانیه‌ای بعد با گزارش بازی در خدمت شما خواهم بود. فعلا که هر دو تیم حلقه اتحاد در مستطیل سبز استادیوم تختی شهر انزلی دارن انجام میدن. امروز یه روز بزرگی در گیلان و انزلی، 18 فروردین ماه مقارن با 17 سالگرد درگذشت کاپیتان فقید، ارزنده فاز اسبق تیم ملی فوتبال ایران و بازیکن ملوان یعنی مرحوم سیروس قایقران در سال 77 خبر تصادف و درگذشت ایشان اتفاق افتاد. شوک بزرگی بر پیکر ورزش انزلی، گیلان و ایران وارد کرد. مرحوم سیروس قایقران روحش شاد، یادش گرامی باد. توپ تا ثانیه های بعد با سوپ موعود بنیادی فر بازی باید به انجام برسه. به حال این بازی از جهادی مختلف برای هر دو تیم حساسیت ویژه‌ای داره. ملوان میخواد نمودار سعودی رو در جدول استمرار بده، پیکان هم میخواد بعد از 6 هم رنگ برد رو ببینه و هم طعمش رو بچشه. بازی فوق العاده حساس، هواداران بی‌نظیری در استادیوم، جایگاهی که من نشستم دارم میبینم واقعا با نظم ترتیب خاصی در سکوها دارن در این مسابقه از ملوان میزبان قراره حمایت بکنن. یک دقیقه سکوت در واقع به علت زنده یاد مرحوم سیروس قایقران انجام شد قبل بازی و تا ثانیه بعد که همین لحظه خواهد شد بازی شروع میشه. توپ در زمین تیم ملوانه، پژمان نوری توپ لو میده، سعید دقیقی از تیم پیکان توپ لو رفت، ملوات رو گرفت، دوباره دقیقی، یه بار دیگه توپ لو رفت، این بار در خط دفاعی تیم ملوان، توپ میاد به میانه زمین، کلیوشه، یه بار دیگه ملوان در خط دفاعی مسلط خونسرد، عزت‌الله پورغاز میانه زمین، باسم تیم ملوان داره در این دقایق حفظ توپو در دستور کار خودش قرار داده. میانه زمین زاره میده به پشمان نوری، دستان چپ معبودیه، دور میزنه و پاس میده، زاره میانه زمین، بردن بازی جایی که حسین کنانیه به شمانه 5 عزت‌الله پورغاز در خط دفاعی تیم ملوان صاحب توپه. 1:20 زمان مسابقه سپری شده، نتیجه بدون گل مساویه. در قلعه دفاعی تیم ملوان پورغاز رو عقب به 15 جایی که حسین کنانی حضور داره، باز هم
همکاری چند نفره ملوان در خط دفاعیشون. کم کم کنانی میاد به زمین تیم پیکان. حالا ملوان از زمین خودش در میاد و میاد به زمین حریف. زاره نقش فوق العاده مهمی در این مسابقه داره. رافقایی بعد چند بازی که به حال نبود در ترکیب اصلی تیم ملوان، این بار با سلافتید آفیروز کریمی، مرد فوق العاده محبوب این روزهای تیم ملوان، به زمین مسابقه اومده، در ترکیب اصلی این تیم دیده میشه. عبدالصمد مرفاوی در جایگاه خبری ازش نیست چون محرومه و جایگاه داره عملکرد شاگردان تیمشو نظارگره. تو بران پشت محوطه جریمه حریفه فرزاد حاتمی، تو بهش مقصد نمیرسه و تو هر طور شده میاد به زمین تیم ملوان، جایی که عزت‌الله پورغاز. سومین دقیقه رو داریم سپری میکنیم. نتیجه بازی بدون گل مساویه. هواداران پرشور ملوان یک صدا دارن، تیم خودشون رو تشویق میکنند. ملوان از امتیاز میزبانی سعی میکنه به طور کامل استفاده بکنه. برد پرسپولیس در ورزشگاه بزرگ آزادی کلا متعول کرد ملوانو و از اون به بعد همشو برد ملوان. آخرین بازی که برد برمیگرده به بازی که در خوزستان در مقابل استقلال صنعتی خوزستان تونست 3-1 استقلال خوزستان رو شکست بده و بعدش دیگه هفته قبل سایپا یکیش باخت در تهران و حالا اومده در مقابل تیم پیکان. پیکانی که عرض کردم 6 ماه پیروز نشده، ولی آمار ملوان و پیکان اگه بخوایم ورق بزنیم کفه ترازو میره به سمت پیکان. از سال 89 به این ور ملوان نتونسته پیکان رو شکست بده. خطا در میانه زمین اتفاق میفته، خطا بر روی فکر کنم فرزاد حاتمی باشه که روی زمین افتاده. به هر بازی از سر گرفته میشه. دمیانی زمین زاره دور میزنه و پاس میده. پشمان نوری با اومدنش در این فصل دوم در بازار نقل انتقالات یه تحول بزرگی رو در سیستم بازی تیم ملوان به وجود آورد. واقعا یه شوکه مثبتی بود اومدن پشمان نوری، موجباتی رو فراهم کرد که ملوان در این فصل دوم یه تحول اساسی در جدول داشته باشه. همه فکر میکنن دیگه ملوان داره میره به سمت سقوط، ولی بی یک باره متعبل شد. یه بار دیگه تیم پیکان زمین محکم، ضربه‌ای که فریر آندره زد تو به بیرون رفت. در دقیقه چهارم این مسابقه این اتفاق به وجود اومد و ضربه آندره به بیرون رفت از بالای دروازه تیم ملوان. یک بار دیگه ملوان در خط دفاعی خودش. 5 دقیقه سپری شد، نتیجه بدون گل مساویه. شما عزیزان شنونده همراهید از پخش رادیو گیلان با اتفاقات بازی ملوان در مقابل پیکان تهران، هفته 24 رقابت لیگ برتر باشگاه کشور. تقابل اندیشه‌های عبدالصمد مرفاوی در مقابل پیروز کریمی کلن تراوت در کارش دیده میشه. مدام از نیمکت بلند میشه، میاد دستورات تاکتیکی رو به شاگردانش القا و تفهیم میکنه، دوباره برمیگرده سر جای خودش. فوق العاده انگیزه داره پیروز کریمی، باید این اتفاق افتاده باشه چون میدونه که چقدر محبوبیت کسبه در این چند هفته ای که با ملوان بوده. یه بار دیگه تیم ملوان یوسفی دخالت بازیکن حریف هم جواب نمیده، بردن بازی به منطقه راست. در اون سمت ابوالحسن جعفری سام داخل محوطه جریمه پشمان نوری ضربه‌شو نمیتونه بزنه و هر طور شده تو دف میشه. یه بار دیگه ملوان 6 دقیقه سپری شده، نتیجه همچنان بدون گله. محمد آبشک بازیکن سابق داماش، اصلا کسی فکرش نمیگرد که بیاد به ملوان، اما اومد به ملوان و الان در ترکیب اصلی تیم ملوان دیده میشه. محمد آبشک میاد زمین، کنانی توبش لو میره، هر طور شده بازیکن تیم حریف تو میگیرن. پیکان تهران زدمنای تیم داره ترتیب داده میشه. محافظ تیم حریف پشنگچی داخل محوطه جریمه. ببینید کار، بله فکر کنم شبیه سازی انجام داده پشنگچی. کارت زرد هم جون میخره. چقدر معترض دستیار آیه عبدالصمد مرفاوی. به حال
بابت این صحنه معترض بود، اما قشنگ معلوم بود که فشنچی خواست داور رو فریب بده، اما محمود بنیادی فرد دیگه تجربه ای رو اندوخته که فریب این گونه صحنه رو نخوره. کارت زرد بابت تمارزی که فشنچی انجام داد در دقیقه ششم مسابقه از داور دریافت میکنه. بازی رو باید ایمان صادقی سنگرمان تیم ملوان در این مسابقه انجام بده. کوتاه‌کار میکنه با عزت‌الله فرغاس در خط دفاعی تیم ملوان، یه پاس بلند میده، تو میاد به زمین تیم پیکان تهران، پشمان نوری، خطا به سود تیم پیکان در زمین خودشون. دقیقه هفتم هم سپری شد، هفت دقیقه از زمان بازی، نتیجه همچنان بدون گل مساویه. عزیزان شرمنده، شما همراهید با برنامه گزارش ورزشی از پخش شبکه استانی سوی مرکز گیلان، با برنامه گزارش ورزشی با اتفاقات بازی ملوان در مقابل پیکان هفته 24 به رقابت لیگ برتر باشگاه‌های کشور. همه بازی انجام شده در هفته 24، به غیر از این مسابقه یه بازی دیگه هم هست، بازی پدیده مشهد در مشهد مقدس در مقابل سایپا قراره پیکار بکنه. تقابل علیرضا مرزبان و آقا مجید جلالی هم میتونه در نخود جالب باشه. باستان تیم پیکان، خطا به سود سفید پوشان میزبان یعنی ملوان. سری بازی رو به گردش در میارن، در اون سمت در سمت راست کنانی زاده صاحب توبه، محمد حسین کنانی زادگانه، اما همون محمد حسین کنانی دیگه بیشتر معروف شده. مفتی معریف بدن به مقصد نمیرسه این توپ. یه بار دیگه تیم پیکان، خطا هم نیست، بازی دنبال میشه. چقدر عصبانیه کادر فنی تیم پیکان از دست تصمیمات داور. 8 دقیقه و 30 ثانیه، نتیجه بدون گل مساویه. معبودی میده به زاره، یه بار دیگه همکاری چند نفره و باز توپ بیرون میره. داریم میرسیم به دقیقه 9 بازی و هواداران تیم ملوان همشون بلند میشن به احترام مرحوم سیروس قایقران و با پلاکاردی که به دستشون دارن و عدد 9 که بر روی آن حق شده به رسم یاد بود ادای احترام میکنن به کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال کشور و همین باشگاه پرطرفدار و ریشه دار ملوان، کسی که هرگز فراموش نخواهد شد، مرحوم زنده یاد سیروس خایقران. روحت شاد، یادت گرامی باد. فکرم امروز ساعت 8 هم قراره مراسمی هم به رسم یاد بود برای مرحوم سیروس خایقران مسئولان گیلان در نظر گرفته باشم و احتمالا همین شب هم برگزار خواهد شد این مراسمی که قراره به انجام برسه. میان این زمین تیم پیکان صاحب توپه، پیکان با امیر حسین امیری، پاسش به فشنگچی نمیرسه، یه بار آندره فریرا یکی دو نفره جواب نمیده، معبودی توپو دور میکنه، رافقایی صاحب توپ میشه. باز هم تیم ملوان فعلا یکمی هماهنگی به طور کامل انجام نمیشه از سوی هر دو تیم. یه بازیکن از تیم ملوان روی زمین افتاده و کسی نیست جز عزیز معبودی و به همین خاطر هم که شده بازیکن تیم پیکان توپ بیرون میزنن تا مداوا برای بازیکن مصدوم تیم ملوان به انجام برسه. موعود بنیادی فرد داور بازی میره به وضعیت بازیکن مصدوم رسیدگی کنه و امیدوار مشکل خاصی هم نداشته باشه و هر چه سریعتر به بازی برگرده. عرض کردم که این بازی و بازی پیده و سایپا آخرین بازی هفته 24 هفته 24 روز جمعه 14 فروردین ماه به انجام رسید. پرسپولیس با راهن 2-2 مساوی کردن، تراکتور 3-0 استقلال خوزستان را شکست داد، نفت با علیرضا منصوریانی که همچنان داره در رقابت لیگ برتر فصل 14 قدرت نمایی میکنه، 1-0 تیم نفت مصر سلیمان رو شکست داد. فولاد هم 2-1 در یه بازی فوق العاده حساس گل سرسبد بازی هفته 24 رو برد از تیم استقلال تهران امیر قلعه‌نویی
دراگان اسکوچی چقدر خوشحال بود بعد بازی. واقعا بازی که حساس و مهمی بود و نهایتا اون بازی مهم و فولاد تونست شکست بده استقلال در احفاظ. شنبه 15 فروردین دو بازی از همون هفته 24 انجام شد. سبا دویچ سپاهان رو شکست داد و زوبا هم بعد از بردهای متوالی که داشت نهایتا گستره فولاد تبریز تونست نوار بردش رو قطع کنه و بازی 0-0 مساوی در اصفهان تموم شد. برگردیم به بازی خودمون. بازی ملوان در مقابل پیکان دقیقه 12 بازیه، نتیجه بدون گل مساویه. بازی به سید مهدی رحمتی سنگرمان ناماشنای تیم پیکان میرسه. کسی فکرش نمی کرد در اوایل فصل رحمتی بره در تیم پیکان بازی کنه، ولی اینقدر مشکلاتش با قرنایی بالا گرفت که نهایتا تصمیم گرفت از استقلال جدا بشه و بره حداقل از حاشیه‌ها به دور باشه. سید مهدی رحمتی دروازه‌بان سابق تیم ملی کشورمون یه بار دیگه ملوان اونجا به هر شکلی از پشنگچی به تو میرسه. همین ملوان هم سابقه بازی داره. پشنگچی اتفاقا خیلی خوب بازی میکرد در ملوان و به یک باره کلا عادتشه که ترشنگای تیمو عوض بکنه. از پرسپولیس و همین پیکان و ملوان و سبا و چند تیم دیگه زیاد دووم نمیاره در یه تیم و دوست داره که بهار شد طلب و طلب باشه. امیر حسین فشنچی مدام تیم شوقی سری عوض میکنه. دمیانی زمین بازیکن تیم پیکان صاحب توپن همکاری چند نفرشون جواب میده. توپ در میانه های زمینه، زاره به دنبال توپ. فشنچی صاحب توپ از منطقه چپ خودشون ارسال به داخل محوطه جریمه، فایده ای نداره. توپ میره به سمت چپ، چه که دیو سالار از پیکان حضور داره، پاس رو به عقب میده. چیوت ساموئل به داخل محوطه جریمه، فایده ای نداره. پشت محوطه جریمه یه ضربه توپی که برگشت داده میشه توسط بازیکن تیم ملوان و هر طور شده ابوالحسن جعفری توپو دور میکنه. چیوت ساموئل از پیکان صاحب توپه، خطا بر روی ابوالحسن جعفری در میانه زمین به سود تیم ملوان. 14 دقیقه سپری شد. ملوان 0 پیکان 0. ملوان هفته پیش در مورد سایپا یکیش باخت و تیم پیکان هم 3-1 به تیم زوباهن طعم شکست داد. یه بار دیگه ملوان داخل محوطه جریمه حریف، اونجا به هر شکلی توپ کورنر مبدل میکنه. در این صحنه حمیدرضا دیوسالار توپ به کورنر تبدیل میکنه. کورنر به سوی تیم ملوان. رفقای پژمان نوری داره میره ضربه کورنر بزنه. پژمان نوری همه بلند قامتان تیم ملوان میام داخل محوطه جریمه حریف. لحظه فوق العاده حساسیه. ببینید سرنوشت ضربه کورنر چگونه زده خواهد شد. ضربه کورنر هم زده میشه، هر طور شده توپ دور میشه، میتونه موج دوم حمله طراحی بشه، ولی این بار در محاسبات دچار اشتباه میشه. محمد آبشک زیاد پرفروغ نبود در این مسابقه. آبشک در این 15 دقیقه‌ای که از زمان مسابقه سپری شده. پرتاب اوت برای تیم میزبان یعنی ملوان. 14 معبودی باید پرتابش انجام بده. همین اتفاق هم میفته. محمد آبشک نبود. فرزاد خاتمی صاحب توپ شد. یوسفی توپش لو رفت. اونجا به هر شکلی از توپ رسید به کلیچو. اوبیک کلیچو. یه بار دیگه کلیچو شانسی صاحب توپ میشه. یه بازه رو به جلو. دقیقی مهاجم فوق العاده زهردار و خطرناکیه. اگه فضا براش همتیمیاش مهیا بکنن و ملوان بذاره مدافعانش کارشو به خوبی انجام بده، واقعا مهاجم ششدانگیه و کاملا باید مدافعان تیم ملوان هوشیار باشن زمانی که دقیقی صاحب توپ میشه. سعید دقیقی یه بار دیگه عزیز معبودی منطقه راست حریف صاحب توپ. ارسال داخل محوطه جریمه. فرزاد حاتمی روی زمین افتاده اما اتفاق خاصی رخ نداده و بازی باید دنبال بشه. آبشک معبودی میانه زمین زاره نقشه
تعیین کننده در میانی زمین داره. این بار میاره منطقه راست، جایی که ابوالحسن جعفریه. دوباره زاره، آبشک ملما سعی میکنه همکاری چند نفرشو استمرار بده. فرزاد حاتمی صاحب توپه، بردن بازی به منطقه راست. جعفری به توپم میرسه داخل محوطه جریمه، اونجا به هر شکلی از توپ کورنر مبدل میشه. ملوان داره کم کم بهتر بازی میکنه. دقیقه 17 همه مسابقه است. ملوان برای بار دوم صاحب ضربه کورنر میشه. این بار محسن یوسفی باید ضربه کورنر بزن. دو توپ در زمینه، یکیشو بیرون انتقال میدن تا بازی روال عادی خودش طی کنه. این ضربه کنه چگونه زده خواهد شد داخل محوطه جریمه. مازیار زاده، محوطه ملوان، پژمان نوری، ضربه محکم فتو بیگه بیرون میره. ضربه پژمان نوری خوب توپ پاش با پاش جفت جور نشد، وگرنه میتونست بهتر از اینا به توپ ضربه بزنه. پژمان نوری همچنان نتیجه پس از پشت زر گذاشتن دقیقه 18 همه بازی باز هم بدون گل مساویه. این بازی فوق العاده تیم پیکان حائز اهمیته. اگه قرار باشه پیکان در این مسابقه امتیاز نگیره، دیگه کم کم باید غزل خداحافظی رو سر بده. اونورش هم ملوان اگه این بازی رو ببره، دیگه خیالش از بابت اینکه هفته های پایانی کارش به مشکل بر بخوره قطعا نخواهد بود. خب در بازی‌هایی که در رقابت لیگ قهرمانان آسیا داره و انجام می‌رسه، تراکتور یه گل به تیم الاهلی عربستان زده. این خبر فوق العاده خبر خوبیه، یکی از نمایندگان خوب فوتبال کشورمون در مقابل تیمی از عربستان جلو افتاده. فرزاد حاتمی داخل محوطه جریمه، ساره اونجا هر تاشو توپ دفع میشه. فعلا زدم نمیتونه طراحی بشه برای تیم پیکان. ساموئل دیو سالار، فشنچی بالا، زاره مسلط خونسرد و با تومنینه و تسلط فکری تو در اختیار ملوان میزبان قرار میده. یه پاس برای فرزاد حاتمی، خطا کاملا مشخصه، خطا از سیاوش یزدانی مقدم صورت میگیره. به سود ملوان این خطا انجام شده دقیقا در پشت محوطه جریمه تیم حریف در منطقه راست خط دفاعی حریف این خطا به سود ملوان اعلام شده. حالا ابوالحسن جعفری میخواد ضربه خطا رو به سمت دروازه ارسال کنه، احتمالاً مستقیم نزنه و سعی کنه ارسال انجام بده تا بلندقامتان ملوان از اون توپ استفاده بهتر ببرن. رافقایی اونجا هست، فرزاد حاتمی هم هست، پژمان و جعفری پشت توپ. احتمالاً ابوالحسن جعفری ارسال کنه، هنوز داور دستور نداده ضربه خطا زده بشه. یارگیری منتومان در داخل محوطه جریمه حریف، لحظه حساس مسابقه است. جعفری اصلا ارسالش جالب نبود، همینجوری شانسی صاحب توپ شد. جعفری یه بار دیگه ارسال، این بارش ارسالش از دفعه قبل هم بدتر بود. رحمتی صاحب توپ شد، چون اینکه رحمتی هم دروازه‌بان نیست که خیلی راحت بشه دروازه‌شو باز کرد. بارها بارها در تیم ملی استقلال سپاهان یکی از گلرهای شماره یک فوتبال ما بوده سید مهدی رحمتی. توپ در منطقه چپ خط دفاعی ملوان به بیرون میره، پرتاب اوت برای تیم میهمان به دست میاد. سریع هم پرتابشون رو انجام میدن. 22 سید احمد مهدیزاده، 15 فریر آندره صاحب توپه، میده به جیلوید ساموئل بازیکن سابق استقلال و فعلی پیکان. یه بار دیگه همکاری چند نفره پشت محوطه جریمه. آندره فریرا پشنچی منطقه چپ علی ورسال برگشت توپ. یه بار دیگه تیم پیکان داره حمله میکنه. پشنچی بازیکن چپای پیکان اونجا هر طور شده توپو بازیکن ملوان دور میکنن. این بار برای پیدا کردن راه‌های دیگه برای اینکه برسن به دروازه تیم ملوان پیکان داره امتحان میکنه. جیلوید ساموئل بازی رو باز میکنه میانه زمین، 15 ساندر فریر آندره بازیکن برزیلی تیم
پیکار یه پاس رو به جلو و نهایتا توپی که به گلر تیم ملوان در دقیقه 22 این بازی میرسه. ایمان صادقی حسچه اسم کامل این دروازه‌بانه، جزء محصول آکادمی تیم ملوان بوده. ایمان صادقی با یه ضربه بلند بازی رو میاره به زمین تیم پیکان. خطا به سود تیم ملوان بر روی پشمان نوری، خطایی که آندره فریرا یا فریرا آندره انجام میده. ملوان با 24 امتیاز در رتبه 11 همه جدول نامش دیده میشه. یه موقع تیم ملوان اگه به توپ برسه ابوالحسن جعفری این اتفاق نمیافته، چون ضرب توپ زیاد بود و مستقیما به خارج زمین رفت. آغازگر مسابقه سنگربان تیم پیکان یعنی سید مهدی رحمتی خواهد بود. داشتم عرض میکردم ملوان با 24 امتیاز در رتبه 11 همه جدول نامش دیده میشه، پیکان هم با 22 امتیاز در رتبه 14 همه جدول نامش فعلا ثبت شده. در جدول پشورده لیگ این فصل ما فعلا که تیم نفت تهران با علیرضا منصوریان در صدر جدول یک تازی میکنه. یه بار دیگه تیم ملوان داخل محوطه جریمه حریف، برگشته تو بالا زده حمله خیلی خطرناک، 5 در مقابل 4 از این برم فریر آندره محوطه پیکان پشت محوطه جریمه. ببینیم که چه اتفاقی میفته. یک کار نامشخص از اوبیک کلیچو، معلوم نبود که بازیکن ملوان میخواست فریب بده یا تیم خودشو، که مشخصا در این صحنه تیم خودشو فریب داد کلیچو. کار نامشخص و نهایتاً رسیدن توپ به دروازه‌بان تیم ملوان صادقی با یه ضربه بلند توپ میاره به زمین حریف. خطا به سود تیم پیکان در 24مین دقیقه بازی. 24 دقیقه گذشته، نتیجه بدون گل مساویه. بازی ملوان در مقابل پیکان تهران هفته 24 رقابت لیگ برتر باشگاه کشور. دیگه داریم میرسیم به هفته‌های فوق العاده حساس لیگمون در فصل 14 یه بار دیگه پشنگچی محافظیم پیکان، پشنگچی یک سلمان عالی از صادقی، یک سلمان فوق العاده توپ کورنر مبدل میکنه با کمک مدافع خودش و نمیذاره دروازه تیم ملوان در دقیقه 24 این بازی باز بشه. ضربه بسیار نرم، فنی و البته مهندسی امیرحسین فشنچی و ضربه که نهایتاً زده شد و صادقی گرفت. ضربه کورنر هم اصلا ضربه جالبی نبود و با ضربه سر جلوی ساموئل توپ بیرون رفت. تا آغاز کننده بازی سنگربان تیم ملوان صادقی باشه. عبدالصمد مرفاوی هم فعلا چون محرومه از جایگاه داره بازی رو میبینه، فعلا به دقایق آتی مسابقه داره فکر میکنه و مطمئنن در پایان نیمه اول که رختیان رفت حتما یادداشتش رو برداشته اونجا به شاگردانش القا بکنه و توصیات لازم رو حتما گوشزد بکنه. تو به بیرون بره به نفع ملوان خواهد رفت. منطقه چپ خط دفاعی پیکان پرتاب اوت برای تیم میزبان به دست میاد. سریع هم پرتابش رو انجام میدن. جعفری یوسفی از ملوان ارسال به داخل محوطه جریمه. یه خورده نامشخص رافقایی داخل محوطه جریمه. چقدر افت کردین سید جلال رافقایی، کسی که کفش طلا رو به عنوان آقای گلی فصل یدک کشیده، ازش خیلی انتظار توقع بالاست. اما در این فصل رافقایی همیشگی نبوده، حداقل نسبت به فصول پیش کلی افت محسوس داشته سید جلال رافقایی. محمد آبشک از ملوان در میانه زمین مانور میده، پاسش به مقصد میرسه جایی که عزت‌الله پورغازه. دوباره جعفری، پورغاز با کنانی، محمد حسین کنانی زادگان با یه پاس بلند نوری به توپ نمیرسه. یوسفی در پی توپه، فشنچی مزاحمت ایجاد میکنه و توپ بیرون میره تا پرتاب اوت از منطقه راست خط دفاعی پیکان به سود این تیم باشه. 27 دقیقه، نتیجه بدون گل مساویه.
با سمیانی زمین پرتاب اوت برای تیم میهمان داره به انجام میرسه. اوتی که در وسط سیاوش یزدانی مقدم فعلاکی پژمان داره با داور صحبت میکنه، نظر دیگه ای داره و معتقد توپ باید به سود ملوان بچرخه، اما نظر داور واسیه. با کلی مکس تاخیر بالاخره پرتاب انجام شد. یزدانی مقدم، کیلوید ساموئل. کیلوید ساموئل زمانی در استقلال بود به عنوان هافک طرا و بازیساز ازش بازی به یاد داریم، ولی در تیم پیکان در حد دفاعی داره فوتبال بازی میکنه. کیلوید ساموئل بازیکن سابق بولتون در کشور انگلستان. پرتاب اوت این بار برای تیم ملوان داره به دست میاد. پرتابش رو انجام میدم به داخل محوطه جریمه فرزاد حاتمی. رافقایی پشما میتونه نمیرسه، هر طور شده توپ دفع میشه. دوباره معبودی زاره فشنچی یه واسه رو جلو میده، دقیقی به دنبال توپه. 15 کنانی یه واسه رو به جلو، دیو سالار ارتباط رو قطع میکنه. رافقایی در پی توپه و نهایتا توپی که به کیلوید ساموئل میرسه. میگم از اینجایی که من نشستم دارم بازی رو گزارش میکنم احساس میکنم اضافه ورز داشته باشه کیلوید ساموئل. پرتاب اوت هم انجام میشه در میانه زمین. 28 دقیقه از زمان مسابقه سه بری شده، نتیجه همچنان بدون گل مساوی در استادیوم جام پهلوان تختی شهر انزلی. ورزشگاهی که بالغ بر 15000 نفر گنجایش داره و در این هوای کاملا مطلوب ایدئال برای برگزاری یه مسابقه پرهیجان. و فعلا که این هوای خوب و این تماشاگر خوب یه بازی خوب هم طلب میکنه. فعلا بازی خوب و آنطوری که باید شاید شما عزیزان شرمنده فعلا ازش غافلید. شاید در دقایق آتی بازی روند بهتری به خودش بگیره. دقیقه 29 مسابقه است، داریم میرسیم به نیم ساعت اول بازی. همچنان نتیجه بدون گل مساویه و بازی هم فعلا تقریبا میشد کفی ترازو برابری میکنه. تعادل نسبی برقرار، هر شنگای تیم ملوان یه برتری نسبی رو ایجاد میکنه. در پاره ای از مواقع تیم پیکان اوضاعش بهتر میشه در زمین مسابقه. یه بار دیگه دقیقه خطا رو گرفت داور، کمک داور به سود تیم ملوان. سریع هم بازی به چی اریان در میانه آبشک با شماره 99 بازی میکنه. آبشک بیاد نداشتم که بازیکنی در ایرانی باشه در فوتبال خودمون بازی کنه شماره خیلی درشتی بتن کنه. شماره 99 رو بتن کرده محمد آبشک. بازی رو بازیکنان ملوان در زمین خودشون دارن به جریان در میارن. توپ الان دقیقا در میانه زمینه زیر پای عزیز معبودی. زاره دم دستشه، اگه ببینه زاره رو دور میزنه. واسه خوش تکنیکیه عزیز معبودی. خطا به سود تیم ملوان اعلام میشه. نیم ساعت گذشت و خطا در زمین پیکان به سود ملوان اعلام میشه. پژمان سری بازی رو به جریان در میاره. زاره میده به آبشک. محمد حسین کنانی بازیکن سابق پرسپولیس. محمد حسین کنانی که در پرسپولیس نتونست خودش رو نشون بده و حالا اومده در تیم ملوان ارزش فوتبالیش رو نشون بده. پرتاب اوت برای تیم میزبان به دست میاد. عزت‌الله پورقا از منطقه راست خط دفاعی حریف پرتاب به سود تیم ملوان اعلام شده. خیلی هم دورخیز کرده پورغاز، احتمالا پرتاب بلند رو میخواد انجام بده. پرتاب بلند به داخل محوطه جریمه، در اون شلوغی و ازدحام بازیکن زاره باید ببره منطقه راست. جعفری رو پیدا میکنه، ابوالحسن جعفری. آبشک با یه ضربه بلند پشت محوطه جریمه فرزاد حاتمی و نهایتا بازیکن که متوقف میشه تا بازیکنان پیکان بازی رو از سر بگیرن.
و دقیقه 32 بازی. رحمتی آزگر مسابقه است در دقیقه 32 بازی. تیم پیکان با لباسای سرمه‌ای به زمین بازی اومده و تیم ملوان مثل همیشه با لباسای سفید رنگ در زمین مشخصن. فقط تیم ملوان تقریبا با سیستم 4-4-2 در این مسابقه بازی میکنه و تیم حریف هم با سیستم 4-5-1 در زمین آرایش تیمیشون بدین شکلی که عرض کردم. یه بار دیگه در میانه زمین پژمان نوری صاحب توپه، به دنبال همتیمیشه فرزاد حاتمی رو پیدا میکنه. فرزاد حاتمی هم نسبت فصلهای قبل یعنی آماده است این روزها. حاتمی و دست عصای پیروز کریمی بوده در این فصل، در این فصل دوم. اصلا قابل قیاس نیست ملوان این فصل اول با این فصل دوم. یه تحول شگرفی در این تیم به وجود اومد، یه تحول اساسی و نتیجه جب همون شد که این تیم 4 برده متوالی کسب کرده. یه بار دیگه پرتاب اوت و از چند متر جلوتر یه بار دیگه داستان قصه باید تکرار بشه. از منطقه راست خط دفاعی پیکان پرتاب اوت برای تیم ملوان به دست اومده. پورغاز باسم پرتاب بلند داخل محوطه جریمه، محوطه ملوان و تیم دیگه گل توی دروازه ملوان به گل میرسه و چه کسی هم گل میزنه؟ سید جلال رافایی دروازه تیم پیکان رو باز میکنه. ملوان 1 پیکان 0. زننده گل سید جلال رافایی. در دقیقه 33 بازی فرزشگاه منفجر میشه. ملوان 1 پیکان 0. زننده گل سید جلال رافایی. ملوان 1-0 جلو میفته. غوغایی در استادیوم به پا شده. هواداران پرفروغ و پرشور ملوان ورزشگاه رو به حال هوای دیگه تبدیل میکنند. چه خبر در ورزشگاه؟ استادیوم زمانی که در اسکورورد ورزشگاه نحوه به ثمر رسیدن گل تیم ملوان نمایان میشه، باید هم ورزشگاه اینجوری منفجر بشه. در اون شلوغی رافایی صاحب توپ شد در داخل محوطه جریمه، شانسی توپ رسید بهش و در دو قدمی دروازه توپ به طور دروازه رحمتی جسپوند و بازی 1-0 بشه. دفع اشتباه امیر حسین فشنچی مزید برای لست شد تا رافقایی بالاخره پاش به گلزنی بعد از هفته ها باز بشه. با یه حرکت آکروباتیک دروازه حریف فرو ریخت، با حرکت قیچی برگردون دروازه تیم پیکان باز شد توسط سید جلال رافقایی در دقیقه 33 نیمه اول. و مطمئناً این بازی آبستن حوادث ریز و درشت زیادی خواهد بود. با این گل ملوان روحیه مضاعفی میگیره. پیکان چیزی رو برای از دست دادن نداره، باید یک پارچه حمله کنه. همه این اتفاقات باعث میشه بازی پرتب و تا پیش بره. ملوان 1-0 جلو میفته. در زمین حریف پیکان صاحب توپه. سیاوش یزدانی مقدم میاد به زمین تیم ملوان فشنچی. آیا میتونه اشتباهش جبران کنه یا خیر؟ اشتباهی بسیار بد در نزد مهاجم مثل رافقایی کافیه تا دروازه حریف فرو بریزه. محمد سار کنانی زادگان با همکاری شرفر توپه مدافعان ملوان میرسه، یه پاس بلند میده. فرزاد حاتمی نقشی داشت در به ثمر رسیدن گل تیم ملوان، چون ضربه سر او زد. دفع ناقص از فشنچی و نهایتا رافقایی دروازه حریفا باز کرد. توپ در خط دفاعی حریفه، حریف یعنی پیکان تهران، تیمی که هفته پیش هم 3-1 به زوب به شاگردان یحیی گل محمدی باخت. این بار داره به ملوان میبازه.
در 37 دقیقه بازی. یه بار دیگه میانه زمین 14 اوبیک کلیچو میده به دیرسالار آندره تو بلو رفت. حالا محسن یوسفی میده به فرزاد حاتمی. یوسفی حاتمی حرکت خوبه، محوطه ملوان باشه، محوطه جریمه، محسن یوسفی داخل محوطه جریمه، توپ چیر نبوده حسابات میگه یه بار دیگه رافایی و توپ میگه بیرون میره. چه ضربه زدی محسن یوسفی، یه ضربه کاملا اروپایی، توپ رفت به تیر عمودی دروازه اصابت کرد، دوباره برگرد به زمین مسابقه. چه ضربه ای زد یوسفی و در ادامه رافایی میتونست گل دوم تیمش و خودش رو به ثمر برسونه، اما این اتفاق نیفتاد و بازی همچنان همون 1-0 نتیجهش باقی میمونه. چه حرکتی کرد فرزاد حاتمی، یه پاس عالی برای یوسفی از منطقه چپ نفوذ کرد. چه ضربه ای بتوب زد محسن یوسفی، از اون ضرباتی که معمولا در فوتبال اروپا شاهدش هستیم، از اون ضربات ناب اروپایی و تو بگیر رفت و به تیر دروازه اصابت کرد، دوباره برگشت به مستطیل سبز بازی. 38 دقیقه خطا به سود تیم پیکان. روی امین حسین فشنچی خطا اتفاق میفته. سی و هشت دقیقه گذشته، نتیجه 1-1 به سود تیم ملوان با گل سید جلال رافقایی. ببینیم که فشنچی چگونه ضربش خواهد زد. قوقایی در محوطه جریمه ملوان بپا شده، داخل محوطه جریمه و صادقی عالی جمع میکنه تو با خیال هوادار راحت میکنه بابت این صحنه. ایمان صادقی یه بار دیگه تیم پیکان فشنچی، حرکت خوبه بازیکن حریف، زاره این بار به داد مدافعان تیم ملوان میرسه. مازیار زاره، توپ کورنر تبدیل میشه، کورنر برای تیم پیکان به دست میاد در 39 دقیقه. زاره کورنر رو ببینیم چگونه خواهند زد. فشنگچی ضربه کورنر میزنه، غلغله‌ای در محوطه جریمه عریب بپا شده. فشنگچی ارسال به داخل محوطه جریمه از همه رد میشه و از اون سمت هم با مشایعتی که عزت‌الله پورغاز انجام میده توپ بیرون میره تا آغازگر مسابقه سنگربان تیم ملوان ایمان صادقی باشه. 40 دقیقه گذشت، ملوان 1-0 با گل سید جلال رافقایی از حریف پیشه. این مسابقه رو ببره عرض کردم خیالش با ادامه فصل راحت میشه. باسا معبودی میانه زمین، آندره فریرا یه واسه رو به جلو میده، توپ دروازه‌بان تیم ملوان صادقی میرسه. هواداران ملوان یک صدا تیم محبوب خودشون دارن تشویق میکنند. جوی که در بازی حکم فرماست کاملا به سود تیم ملوانه. 41 دقیقه همچنان ملوان 1-0 جلو افتاده با گل سید جلال رافقایی. خطا نیست، بازی دنبال میشه. زاره، سه ماجد چند نفره، فرزاد حاتمی چیکار داره میکنه فرزاد حاتمی؟ این بار دیگه خطای فرزاد حاتمی در این صحنه اعلام میشه. اگه قرار باشه در یه بازی گل هم نزنه، سعی میکنه در گلسازی نقش داشته باشه فرزاد حاتمی. یه مهره سوخته بود چند هفته پیش، ولی فیروز کریمی بهش بها داد، اعتماد کرد و مزد بها و اعتماد و نهایتاً پرفروغ بازی کردن فرزاد حاتمی با پیراهن ملوان برای این تیم. رحمتی در درون دروازه تیم پیکان یه ضربه بلند به تو میزنه. زمین پیکان این تیم صاحب توپه. سیاوش یزدانی مقدم یه پاس رو به جلو میده، معبودی ارتباط قطع میکنه. پشمان نوری مسلط
یه واسه رو به جلو میده، میانه زمین، درگیری بر سر تملک توپ، موفق سونمی بوشان تیم پیکان تهران. 42 دقیقه منما 1-0 جلو افتاده، خطا به سود تیم پیکان اعلام میشه، خطایی که بر روی اوبیک کلیچو صورت میگیره. فشنگی معمولا تمام خطایی که از منطقه چپ ملوان صورت میگیره رو فشنگی میزنه، چون خودش چپ پاس این گونه ضربات خوب میزنه، خودش هم ظاهرا خیلی شب گریت بیل رو دوست داره که خیلی شبیه گریت بیل شده، حداقل موهاش اینو میگه. فشنچی ضربه خطاش فقط تو بگه به کورنر تبدیل میشه.